فایر و نشینان اوسان لورستان همواره در تاریخ دفاع از مرزوبوم ایران نقش بسزایی داشتند. دلاور مردان و شیرزنانی که با شجاعت و غیرت در مقابل ظلم ایستادگی کردند و با خون خود حیات دوباره ای را به رکای سرزمینشان بخشیدند. واکنش مردم لورستان به قانون کشف هجاب رزاخان و جریان درخواست ازدواج وی از بانوی لورستانی را از سید محمد سیفزاده مورخ و پژوهشگر استان جویا شدیم که شهر آن را در زیل میخوانید. همچنین دکتر اسکندر اماناللهی بهاروند در کتاب کوچنشینی در ایران اقدامات رضاخان را علیه کوچنشینان به خوبی تشریح کرد. از جمله اینکه امان اللهی می رضاخان بر سرکوبی کوچنشینان و گماردن معموران نظامی بر آنها به یک رشته اقدامات نادرست دست که اغلب آنها به زیان کوچنشینان انجامید. برخی از این اقدامات نابخردانه که موجب نابسامانی در زندگی اشایر شد به این شرح است. یک جانشینی اشایر که این اقدام موجب تلف شدن دام ها شد. همچنین خل سلاح اشایر و تغییر در نحوه امرار و معاش آنها. اشایر مجبور شدند که به کشاورزی دیم با درآمد بسیار پایین روی آورند. همچنین از دیگر اقدامات رضاخان تعویز لباس های کوچ نشینان بود. بگونه ای که مردان باید لباس رسمی می پوشیدن و کلاه پهلوی بر سر می گذاشتن و زنان نیز گلونی و جلیقه و سربندها را کنار می گذاشتن. یکی از دیگر اقداماتی که صورت گرفت تغییر شرایط سیاسی اشایر بود. بخشی نیز دستاندازی برخی ها بر اموال و زمین های کوچ بود که بسیاری را از طریق ایجاد اداره ثبت و املاک به نام خود کرد. رضا بر از برداشتن لباس های سنتی کوچ گام را یک با فراتر نهاد و گفت باید لباس و امامه روحانیت نیز جز برای یک عده از مراجع و آیت الله ها برای مابقی روحانیون برداشته شود همچنان که در کتاب تاریخ میخوانیم که شیخ عبدالرحمن لورستانی آن روحانی مشروط خواه و آگاه و شاعر هنگامی که در مجلس با رضاخان برخورد می کند با این سخن شاه مواجه می شود رضاخان به او میگوید شیخ ما قانونی گذاشتیم که شما باید لباست را درآورید. شیخ نگاهی به رضاخان کرده و گفت من را مردم خورم آباد و لورستان به نام شیخ عبدالرحمن می و اگر امامه را بردارم عبدالرحمن خان می و با این اسم وارد مجلس نشدم به لورستان می و روزه سید شهده را می تا عمرم به پایان برسد تعریف می کنند که یک روزی صندوقی از اسکناس را به درب خانه شیخ برای دلجویی از او میفرستند. مرحوم سید خلیل موسوی نژاد که همراه شیخ بود تعریف می کند که صندوق را شبانه بالای سر شیخ گذاشته. شیخ نیمه شب بلند شد و قدم زد و نگاهی به اسکناسو انداخت و زیر صندوق زد و گفت اگر اینها را قبول کنم با شمر و خولی چه فرقی می کنم؟ شیخ عبدالرحمن لورستانی تا آخر عمر را ادامه داد و امامش را بر نداشت اما از نمایندگی مجلس دست کشید. در سالهای تصریب قانون کشف هجاب رضاخان به لورستان سفر کرد در مراسم استقبال زنان و مردان با لباسهای رسمی و نه سنتی به استقبال شاه میروند در آن روز جریانی اتفاق میافتد که رضاخان از عجید خانم مادر علی رضاخان بیرانوند خواهد زن وی شود در همان زمان روزنامه رد شرح اتفاق را چنین می نویسد که عجید خانم در مراسم استقبال جلوی رضاخان را می گیرد و از او درخواستی می کند. رضا میپرسد که هستی و چه کار داری؟ اجیر خانم خود را چنین معرفی کرد. عجیده هستم. مادر علی رضا و یدالله خان بیرانوند. شما آنها را دستگیر کردید. روزنامه رد چنین می نویسد. رضا مکسی کرد و گفت با خودم ازدواج کن تا خودم برای تو علی رضا و یدالله بسازم. عجیر خانم در مقابل درخواست رضاخان جوابی کوبنده داد و گفت من زنش هستم که علیرضا و یدالله را بیاورم اما تو آن مردی نیستی که چنین فرزندانی را درست کنی بعد از آن اجیر خانوم و خانوادهش به کلات نادری تبعید شدند بعد از مدتی علیرضا خان بیرانوند فرزند علی مردان خان در زندان قصر به همراه برادرانش اعدام شد رضا خان قبل از ازدواج با مادر محمد رضا شاه همسر دیگری داشت به این زمانی که واحدش در حمدان مستقر بود در سال 1281 با زنی به نام صفیه ازدواج کرد و از او صاحب یک دختر به نام همدم و سلطن است که گفته شده اگر زنده باشد بعد از انقلاب در ایران مانده است رضاخان با این زن همدانی یک سال زندگی کرد و سپس او را طلاق داد همسر بعدی او تاج الملوک آیرملو بود که خانوادهش از مهاجران بودند و بعد از انقلاب بلشویکی از آذربایجان به ایران آمده بودند وصلت با خانواده تیمورخان میرپنج برای افسر سادهی چون رضاخان افتخاری بزرگ و مایه ترقی بود تیمورخان نیز از شخصیت معابانه رضاخان خوشش میآمد زیرا آینده او را درخشان میدید. پس با وساطت چند تن از بزرگان قزاق به ازدواج او با دخترش رضایت داد البته این وصلت از سوی دختر نیز مقبول واقع شد زیرا برای دختر جاه‌طلبی چون او ازدواج با مردی چون رضاخان مایه فخر حساب می‌آمد بدین ترتیب تاجالملوک در 15 رجب سال 1294 در سن 18 سالگی به عقد رضا شاه درآمد. اشرف در خاطراتش می نویسد هنگام عروسی مادرم 24 سال داشت که رضا اغلب به شوخی به او چنین می تو شانس آوردی که در چنین سنی شوهر پیدا کردی. تاجالملوک هم عصبانی می شد و جواب می داد من فقط 18 سال داشتم که ازدواج کردم. رضا در سال 1306 با زنی از خانواده قاجار ازدواج کرد به نام توران نام اصلیش قمرالملوک بود گفتند که روز عید قربان هنگامی که رجال کشور برای سلام نزد احمدشاه رفته بودند وزیر جنگ لبخند زنان به مجدالدوله گفت به من خبر دادند که شما نوه بسیار زیبایی دارید و من خواستم موافقت کنید که او را به همسری انتخاب کنم مجد با این پیشنهاد موافقت کرد و روز بعد رسما مراسم خواستگاری انجام شد بعد از موافقت در حالی که توران 17 ساله و رضاخان 47 ساله بود در سال 1300 ازدواج صورت گرفت. رزاخان تنها 6 ماه بعد از جدایی از توران به دلیل کسب اعتبار بیشتر در جامعه دختر یکی از خاندانهای قاجاری را برگزید. این دختر اسمت الملوک دختر غلام علی مجلل و دوله از رجال بزرگ اصر قاجار بود. بعد از تهیه مقدمات امر مراسم عقد و عروسی در منزل ابتهاج و سلطنه مادر بزرگ اسمت انجام شد. رضاخان هیچ وقت با زن زندگی نمیکرد. کرد. روزهای پنجشنبه نیم ساعت بعد از ظهر نزد اسمت میرفت. و از او دارای پنج فرزند شد که باعث حسادت بیشتر تاج الملوک شد. اسمت الملوک آخرین و محبوب ترین همسر او بود. سادگی و هر او باعث شد که این محبوبیت تا پایان عمر رضاشاه حفظ شود. اما عدم حضور تاج الملوک در موریس ناشی از شکست او در مبارزات نبود بلکه تاج الملوک به عنوان جانشین شاه و ناظر امور مربوط به خانواده در کشور باقی ماند در جریان دیماه 1314 که کشف هجاب شد تاج الملوک نقش اول را بر عهده داشت و بعد از تبعید رضا شاه به جزیره موریس ستاره بخت او درخشیدن گرفت زیرا پسرش پادشاه بود و او بر دربار ایران و پادشاه فرمانروایی مطلق داشت تاج ملوک از سال 1320 سودای سیاست در سر داشت و با بزرگانی چون قوام بیات و آشنایی و رفت و آمد پیدا کرد. مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو همراه ما هم بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. و برای دسترسی به ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید.